اعتلاف تحت رهبری آمریکا به جانباختن شمالی دیگر از غیر نظامیان و افزایش آمار قربانیان عملیات خود در عراق و سوریه از آن کرد. به گزارش اصومری نیوز، فرماندهی اعتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها در ماه ژانویه گذشته 116 گزارش مبنی بر کشتر غیر نظامیان در جریان حملات هوایی خود در عراق و سوریه را بررسی کرده که به گفته این ائتلاف 102 مورد آن فاقده اعتبار است. بر اساس این گزارش فرماندهی اعتلاف بین المللی در بیانیه خود تأکید کرد که چهار گزارش در خصوص حملات هوایی در حد فاصله 16 اکتبر سال 2016 تا دوم نوامبر سال 2017 میلادی معتبر بوده و در نتیجه جان ده غیر نظامی دیگر تایید می شود. این بیانیه در پایان تاکید کرد که بنابر اطلاعات در دسترس از آغاز عملیات نظامی اعتلاف در ماه آگوست سال 2014 میلادی در عراق و سوریه 841 غیر نظامی به صورت غیر عمد در جریان حملات هوایی این اطلاف جان خود را از دست دادند. شاین ذکر از گروه های حقوق بشری و سازمان های مستقل مدنی تعداد جانباختگان در این حملات را بسیار بیشتر از این می دانند.